Essex Police Emergency. Hi there. I need police and a forensics team to my address, please. What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. به عنوان کسی که در عصر دیجیتال متولد شده و بزرگ شده، عاشق دنیای مجازی و اینترنتم. اما دنیای مجازی هم مثل هر چیز دیگه‌ای، جنبه تاریک و ترسناک خودشو داره. در این بخش از اتاق 13 ما به داستان‌ها و روایت‌های واقعی و جنایاتی که به واسطه دنیای مجازی اتفاق افتاده میپردازیم. بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم شروع کنیم. بریک در شهر کاترهام، یک شهر کوچک در یک ساعتی لندن زندگی میکرد. اون زمانی که خیلی کوچولو بود، همراه با مادر و پدرش از آمریکا به انگلیس مهاجرت کرده بودن و مادر و پدرش در انگلیس از هم جدا شده بودن. بریک همراه با مادرش لورن، دو تا خواهرش و یک برادرش که 3 قلو بودن با هم زندگی میکردن. بریک هم مثل هر بچه دیگه گروه های دوستی و سرگرمی های خاص خودشو داشت. برای اولین بار در 14 سالگی مادرش براش تلفن همراه خرید. اون بعد از دعوت شدن به کلوب های مجازی بیشتر وقتش رو آنلاین بازی میکرد. لورن میگه که چیزی برای نگرانی وجود نداشت. در اتاق همیشه باز بود و من چیز عجیب و غریبی نمیشنیدم. اکثر کسایی که توی اون کلوپ مجازی عضو بودن رو در دنیای واقعی میشناختم. به جز یک نفر که سرور بازی رو مدیریت میکرد و خودش رو لوئیس داینز معرفی کرده بود. لوئیس ادعا می کرد که یه مهندس 17 ساله است و یک شرکت چند میلیون پوندی رو مدیریت می کنه. اون ادعا می کرد که گاهی در نیویورکه و برای دولت آمریکا کار می کنه. گاهی در دبی و حتی در سوریه. کم کم لورن متوجه شد که هر وقت وارد اتاق می شه، لوئیس و بریک دارن با هم چت می کنن و اون از لوئیس می پرسید که خب تو چرا سر کارت نیستی؟ چرا بیکاری؟ و اون می گفت که الان دارم استراحت می کنم، الان تو هواپیما، الان تازه از جلسه اومدم. و لورن از تأثیری که بریک از لوئیس گرفته بود می ترسید. ولی بریک مرتب از لوئیس حرف می زد. مثلا می گفت که لوئیس بهم گفته که لزومی نداره مدرسه رو تموم کنم. لوئیس گفته که می تونم سیگار و مشروب بنوشم. لوئیس گفته که وقتی 16 سالم بشه می تونه برام توی مایکروسافت کار پیدا کنه. یا اینکه لوئیس به اونها گفته بوده که میتونه مشاغل اینترنتی با درآمد سالیانه 100 هزار دلار براشون پیدا کنه و حتی لوئیس بهشون گفته بوده که 2.5 میلیون دلار بیت کوین به شورشیان سوریه داده تا علیه بشار اسد بجنگن. رفتار بره کم کم عوض شده بود. دیگه به جای اینکه با بچه‌ها بازی کنه، بیشتر وقتشو بیرون از خونه باشه، داخل خونه بود و با لوئیس چت میکرد، بازی میکرد و حتی والدینش یعنی لورن و پدرش به بریک پیشنهاد دادن که برن لوئیس رو در دنیای واقعی ببینن. اما لوئیس تفره میرفت و حاضر نبود که اونها رو ملاقات کنه، میگفت سرم شلوغه. لورن به این اوضاع مشکوک شده بود، با پلیس تماس گرفت و پلیس بهش گفت که خب میتونه سایتشو عوض کنه، میتونه نذارید چت کنه و کلن تماس لورن رو نادیده گرفتن. لورن از پدر و مادر بقیه بچه هایی که در اون کلوپ مجازی عضو بودن درخواست کرد که با هم یک قرار ملاقات بذارن و در مورد لوئیس صحبت کنن. اما لوئیس یک قدم جلوتر بود و از بریک خواست که کل جلسه رو ضبط کنه و براش بفرسته. بنابراین الان لوئیس خبر داشت که پدر و مادرها به اون مشکوکن و دنبال هویتش میگردن. اون به بریک گفت که من مریضم و در حال مرگم و میخوام شرکتم رو به تو واگذار کنم. اما برای اینکه یاد بگیری کار رو باید به خونه من بیای تا من همه چیز رو بهت
آموزش بدم. در همین بین هم پدر و مادر برگ تلفن همراهش رو ازش گرفته بودن و اون نمیتونست که بازی آنلاین انجام بده. اما لوئیس براش یه سری ایمیل فرستاد و یه سری دستورالعمل بهش داد تا بتونه از خونه خارج بشه. اون در این ایمیل ها به برگ گفت که به مادرش بگه که شب میخواد بره خونه پدرش بمونه و به پدرش هم بگه که میخواد بره خونه یکی از دوستاش که هم سن خودش هم هست بمونه اونجا، و برای برگ یه تاکسی اینترنتی سفارش داد و خودش پولش رو پرداخت کرد و این آخرین باری بود که برگ زنده دیده شد. چند ساعت بعد از رفتن برگ، مادرش لورن با پدرش تماس گرفت تا ببینه که برگ به سلامتی رسیده اونجا یا نه. اما پدرش بهش گفت که برگ قرار نبوده اینجا بیاد، قراره بره خونه دوستش. تا اینجای داستان خانواده برگ میدونن که پسرشون گم شده و نمیدونن کجاست. در همین حین یک سری پیام برای خواهرهای کوچک برگ میاد که یه سری عکسا رو براش میفرستن و میگن که آیا این حقیقت داره؟ آیا برادرت واقعا مرده؟ آیا برادرت کشته شده؟ اگه اینجوری باشه خیلی ترسناکه. You're telling me he is definitely dead. I'm telling you he's definitely dead. I woke up. He was just standing up. He was in a mess, hands on his face. I got up, I put my arms around him, and I said it was okay. He just shrugged me off and said no. I can't remember exactly what he said. He was going on about how he didn't want to go home. He was fed up with his life, and he didn't want to go. لوئیس بعد از قتل برگ دوش گرفته بود، لباساش رو عوض کرده بود و در کمال آرامش با پلیس تماس گرفته بود. بعد از رسیدن پلیس مشخص شد که برگ فوت کرده و بریدگی عمیق در پشت گردنش مشخص بود. پلیس تشخیص داد که هیچ درگیری بین این دوتا وجود نداشته و حمله کاملا یک طرفه بوده. لباس‌های خونین برگ در خارج از خونه لوئیس در سطل زباله پیدا شد. لوئیس وسایل کامپیوتری شامل هارد و تلفن همراه و چند تا چیز دیگر رو سعی کرده بود داخل آب بندازه تا مدارک رو از بین ببره. همچنین شواهد نشون میده که لوئیس کمی قبل از مرگ برگ کاندوم و سرنگ و چسب رو به صورت اینترنتی خرید کرده بوده و دست و پاهای برگ با همون چسب بسته شده بوده. همچنین پزشکی قانونی تشخیص داد کمی قبل از قتل برگ اون فعالیت جنسی داشته. لوئیس مسئولیت مرگ برگ رو به عهده نگرفت و گفت که برگ میخواسته خودکشی کنه و من سعی داشتم جلوش رو بگیرم و به طور اتفاقی چاقو رو در ساقه مغزش فرو کردم. دقیقاً هم همین کلمه رو به کار برده، در ساقه مغزش فرو کرده. ظاهراً لوئیس در سال 2011 به چند تا پسر نوجوان دیگه تجاوز کرده و چند نفر رو بدون اینکه اونها بخوان درگیر رابطه جنسی کرده. لوئیس 16 ساله بوده که پدر و مادرش از هم طلاق گرفته بودن و اون در آپارتمانی که متعلق به مادر بزرگش بوده به تنهایی زندگی میکرده. با اطلاعاتی که از کامپیوتر لوئیس به دست اومد، اون بیشتر وقت خودش رو صرف بازی‌های آنلاین می‌کرده و بیشتر اوقات ویدیوهای غم‌زنی و بریدن سر رو در سوریه و عراق می‌دیده. اون تا مدت‌ها در دادگاه اتهام می‌کرد که بی‌گناهه و برگ رو نکشته. اما چند لحظه قبل از اینکه هیئت منصفه حکمشون رو اعلام کنن، اون مسئولیت مرگ برگ رو به عهده گرفت و به خاطر همین هم دادگاه بهش حبس ابد داد و تا 25 سال آینده نمیتونه برای آزادی مشروط درخواست بده، یعنی حدوداً باید 44 ساله بشه.
برای که این داستان رو یکم غمناک‌ترش کنم باید بهتون بگم که روز مرگ بریک مصادف با روز تولد مادرش و خب این موضوع خیلی برای مادرش دردناکه. و اینکه اگر روزی که مادرش با پلیس تماس گرفت و اون اپراتور به خودش این زحمت رو میداد که فقط اسم لوئیس رو سرچ میکرد، شاید هرگز این اتفاق نمیافتاد. با این حال این داستان به اتمام رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.